Bismillahirrahmanirrahim. Boss mein ba barnami QuickBook. Imruz mauzui dars ma da barnami QuickBook syntax asta. Yani che qism ma shoma mitonim ki da programi QuickBook syntax am manage kunam. Yani syntax as koja intekhab misha, as koja tartib o tanzim misha. و از کجا اساین میشه امروز درس ما شما اینمی موضوع است سلتکس چیست و چه قسم ما شما میتونیم که در پروگرام کویک بوک سلتکس 5% 3% 2% ایجاد کنیم برای منیج کردن و یا جور کردن سلتکس میریم باز در منوی لیست و آیتم لیست انتخاب میکنیم در قسمت اینمی آیتم هایی بود که ما و شما در درس گذشته در ریکارد گذشته چی کردیم؟ جور کردیم اینالی اگر خواسته باشیم سلتکس هم ترتیب و تنظیم کنیم و جور کنیم از قسمت کماندی آیتم هم میتونیم که بالای نیو کلیک کنیم و هم میشه از کیبورد کنترل اینا کلیک کنیم وقتی که از کیبورد کنترل اینا کلیک کردی در item list بعد از او در تایپ از او کس ما شما سلتکس آیتم هم انتخاب میکنیم از این قسمت ما شما میتونیم که سلتکس خودا مشخص کنیم اگر او 2% باشه 1% باشه و 5% باشه فرق نمیکنه خب پیش از اینکه سلتکس ما شما مشخص کنیم باید یک وندر داشته باشیم در این قسمت یک وندر جدا داشته باشیم به نام سلتکس دپارتمنت اصلا این سلتکس که است گرفته میشه از طرف مشتری توسط وندر ازو و باز تسلیم میشه تحویل میشه به حکومت به دولت اینالی باید در اینجا به نام دولت یا به نام سلتکس دپارتمنت یک وندر باشه که ما وقتی که سلتکس از مشتری میگیریم با اون مکس تحویل میکنیم باید نامش در قسمت ذکر شود فعلا ما و شما او قسم یک وندر نداریم خب یکی وندر نیست باید ایجاد کنیم به خاطر ایجاد کردن وندر جدید میریم بالای وندر کلیک میکنیم و در قسمتی بالا نیو وندر و نیو وندر انتخاب میکنیم در وندر نیم فقط نوشته میکنیم که سلتکس دپارتمنت اوپنینگ بیلنس ای چیزا دیجا ضروری نیست در نام نام از اون نفر نوشته میکنیم که مسئول اینمی سلتکس دپارتمنت است مثلا نوشته کردم که احمد خالد بعد از او فقط اوکی کلیک میکنیم اینال شما ببینین یک وندر دیگه جور شد به نام سلتکس دپارتمنت کسی که مسئولیت جمع کردن مالی که ما از کستومر گرفتیم به عهده داره این ای کسی است که مالیه را ما بر از او تسلیم میکنیم بعد از او که وقتی که وندر را به نام سلتکس دپارتمنت جور کردین ای را کلوز میکنیم پس میریم ای را کلینسل میکنیم دا آیتم لیست و بعد از او دا آیتم بعد از او نیو آیتم و بالای سلتکس آیتم کلیک میکنیم در این قسمت نام یک نام میتین با سلتکس من نوشته میکنم که سلتکس 5% یا 3% و در این قسمت یک دسکریپشن میتین در سلتکس ریت که است اونمو ریت که شما در بالا ذکر کردین در اینجا هم چی میکنین ذکر میکنین که 3% تکس است ما میگیریم از مشتری خود خوی تکسی که ما و شما از مشتری خود میگیریم با کدام تکس جنسی را ما تسلیم میکنیم یعنی وندری که از پیش ما و شما اینمی تکس میگیره او کیستن در این قسمت نام اونمو سلتکس دپارتمنت انتخاب میکنیم که پیشتر ما و شما جور کرده بودیم بعد از اوکی کلیک میکنیم اینال شما ببینین یک آیتم جور شده امرای ما به نام سلتکس 3% ببخشین که چارج خلاص شد در کامپیوتر ما تایپ ازو که از سلتکس آیتم است و 3% است به مو شکل اگر کدام سلتکس
دیگر جور میکنین، 5%، 3%، 2%، 4%. کنترل اینا کلیک میکنین، میریم در کجا هم جای در سیل تکس آیتم، بعد از اون نام برش میتیم که سیل تکس 2%، و در این قسمت دسکریپشنش نوشتن میکنی و نمو فیصدی در این قسمت ذکر میکنی. این سیل تکس ما شما با کی کلیکت میکنیم؟ با سیل تکس دپارتمنت. بعد از اوکی کلیک میکنیم، وقتی که اوکی کلیک کردی یک دیگه سیل تکس اهم امرای ما ایجاد شد به نام سیل تکس 2%. انالی سیل تکس چه قسم به مشتری ما شما اساین میکنیم؟ به خاطر اساین کردن سیل تکس به مشتری، بالای مشتری کلیک کرده و مشتری دلخواه خود دبل کلیک میکنیم. بعد از او در این قسمت شما اگر ببینین یک تاب است به نام سیل تکس سیتینگ. در این قسمت اول شما ذکر میکنید که این نفر تکسیبل است تکس میته یا نمیته. میگیم بله تکسیبل است تکس میته. فعلا ایجا اوت آف ستیت است. اوت آف ستیت به این معنی که این نفر مالیه نمیته. اگر اینجا ما شما کلیک کنیم و نمو فیصدی تکسی که ما شما کریت کردیم، جور کردیم، سیت اپ کردیم در اینجا میای. فرض مثالی مشتری 2% تکس میده، اوکی کلیک میکنیم. اگر دیگه مشتری باشه 10% تکس میده، او رو هم بالاش کلیک میکنیم و 10% برش مشخص میکنیم. این حال وقتی که از پیش ما شعر میخره، وقتی که آیتم برش ما شما فروختیم، وقتی که اینوایس جور میکنیم، بالای اونم پیسه که است 2% پیسی دیگه از تکس چارج میشه که او هم از پیش از این ما میگیریم و با کی تسلیم میکنیم؟ با وندری که به نام سیل تکس دپارتمنت است. اگر خواسته باشیم گروپ سیل تکس جور کنیم، به مو شکل ما شما میریم د لیست، د آیتم لیست، و بعد از او کنترل این ایجا کلیک میکنیم، میریم د چی؟ د سیل تکس گروپ، و نام میتیم به ایجا برش، میگیم که گروپ سیل تکس گروپ سیل تکس. در دسکریپشن فقط یک دسکریپشن میتیم که اونم خودش میاد، و در ایجا امو سیل تکس ها را انتخاب میکنیم که یک کمپانی ما در پاکستان از 2% تکس میتا، دیگر کمپانی که در افغانستان از 3% تکس میتا، مجموعا از چه خواه میشه 5% تکس. بعد از اوکی کلیک میکنیم، یک گروپ سیل تکس هم جور شده امرای ما که توتال تکس از چه خواست 5%. این همی بود طریقه جور کردن سیل تکس.